مهمترین خبرها. تأکید سرپرست وزارت خارجه بر بهبود روابط با کشورهای جهان. امیرخان متقی در سفر به ترکیه گفته است که امارت اسلامی دستاوردهای بزرگ در بخش جهانی دارد. کشور همسایه ازبکستان سفیر ما و شما را قبول کرد. ترکمنستان و قزاقستان سفیر ما و شما را قبول کرد. ادامه واکنش ها به اخراج پناهجویان افغان از آلمان. کشورهای ایران و اتریش نیز در یک اقدام مشابه دست به اخراج پناهجویان افغان زده اند. کشورهای همسایه ایران و پاکستان به طور بسیار خشن مفاد این کنوانسیون نقض میکنند. تأکید سازمان ملل متحد بر رسیدگی به وضعیت آوارگان داخلی. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با وجود پایان جنگ در افغانستان هنوز هم این کشور بیش از 3 میلیون آواره داخلی دارد. به صورت عموم بحث مهاجرت در سطح بین الملل یک موضوع عام هست. و گفتگوهای مشاور امنیت ملی امریکا با خانواده گروگانهای امریکایی در غزه. سلام، امروز دوشنبه 12 سنبله 1403 هجری خورشیدی که برابر است با 2 سپتامبر 2024 میلادی. من بی‌نظیر بکتاش در مجموعه خبری امروز با شما هستم. اما در آغاز خبری که امیکنون به دست ما رسیده است. وزارت داخله از وقوع انفجار در جاده دارالامان کابل خبر داده است. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت با تایید این انفجار افزوده است که جزئیات درباره نوعیت و تلفات این رویداد بعداً شریک خواهد شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در سفر به ترکیه با مسئولان قنسولی افغانستان در آن کشور دیدار کرده و گفته است که امارت اسلامی دستاوردهای بزرگ در عرصه بین المللی دارد. آقای متقی در ادامه تاکید کرده است که افغانستان پس از چهار دهه نظام حاکم شده که سمت‌گرایی و قوم پرستی در آن وجود ندارد. جزئیات بیشتر با سید بلال سیاد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه پس از اشتراک در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در کامرون از آنجا به ترکیه سفر کرده و با مسئولان قنسولی افغانستان در آن کشور دیدار کرده است. آقای متقی در این دیدار به دیپلماتان افغانستان میگوید که امارت اسلامی اخیراً دستاوردهای بزرگی در عرصه بین المللی کسب کرده است. در نمی او اخیر شما شاهد هستی که در عرصه دیپلماتیک دستاوردهای خیلی بزرگ و کلان داشتیم. امارات متحده عربی سفیر ما و شما را قبول کرد. کشور همسایه ازبکستان سفیر ما و شما را قبول کرد. ترکمنستان و قزاقستان سفیر ما و شما را قبول کرد. آقای متقی خطاب به مسئولان قنسولی در ترکیه می گوید که سیاست حکومت کنونی ارائه خدمات درست و به موقع برای شهروندان کشور در داخل و خارج است و در ادامه خواستار توجه جدی آنان در این زمینه شده است. شما باید از هر چه اولتر اکرامش بکنی، عزتش بکنی، کارش به زودی خلاص کنی. اینمی دستور ما است، اینمی سیاست ما است، اینمی پالیسی ما است، اینمی پروگرام ما است. سرپرست وزارت خارجه تأکید می کند که پس از چندین دهه حکومت مرکزی در افغانستان حاکم شده و هیچ نوع قوم پرستی و سمت گرایی در آن وجود ندارد. خداوند متعال بعد از 45 سال ارزانی کرد و به هموطنان ما و شما یک حکومت مرکزی نصیب کرد که به همه ولسوالی ها و خریجات افغانستان مسلط است و هیچ نوع تنظیم بازی و قوم پرستی و سمت پرستی وجود نداره. این در حالی است که اخیراً برخی از شهروندان کشور که در ترکیه به سر میبرند از ارائه نشدن خدمات به موقع توسط قنسولی افغانستان در آن کشور شکایت کرده اند.
پس از اخراج 28 مهاجر افغان از آلمان، اکنون شماری از کشورهای دیگر مشمول ایران و اتریش نیز در یک اقدام مشابه دست به اخراج پناهجویان افغان زده اند. مقام‌های ایرانی از آغاز طرح شناسایی و اخراج افغان‌های بدون مدرک از شهرستان‌های خبر داده است. احسان حیدری، مدیر کل امور ادبا و مهاجران خارجی تهران، میگویند که این طرح با تمام ظرفیت انجام می شود و تا اخراج آخرین نفر ادامه خواهد داشت. شرح بیشتر با احمد شاه غفاری. پس از آن که آلمان پناهجویان افغان را از کشورش اخراج کرد، اکنون ایران، اتریش و فرانسه نیز مهاجران افغان را اخراج میکنند. اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش اعلام کرد که قصد دارد در همکاری با آلمان مهاجران مجرم افغان را اخراج کند. گرهارد کارنر، وزیر داخلی اتریش، تصمیم آلمان را بسیار خوب توصیف کرد و گفت که در کشورش در حال مذاکره با آلمان برای اخراج افغانهای مجرم است. در حال حاضر امکان اخراج پناهجویان به افغانستان وجود دارد و این خواستی است که من برای مدت طولانی مطرح کردم. بنابراین بسیار خوشحالم که این اتفاق می افتد. ما در همکاری نزدیک با شرکای منطقه‌ای زمینه بازگرداندن مستقیم پناهجویان مجرم به کابل را فراهم می کنیم. با این حال مقام‌های ایرانی از آغاز طرح شناسایی و اخراج افغان‌های بدون مدرک از شهرستان ری خبر دادند. احسان حیدری، مدیر کل امور ادبا و مهاجران خارجی سانداری تهران، از آغاز طرح شناسایی و اخراج افغان‌های غیر مجاز در شهرستان ری خبر داده است. با گفته او این طرح با تمام ظرفیت انجام می‌شود و تا اخراج آخرین نفر ادامه خواهد داشت. بر اساس ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی، با سنوفه که افغانهای بدون مدرک را استخدام کنند، برخورد می شود. آنها در مرحله اول جریمه و در صورت ادامه از 90 تا 180 روز حبس خواهند شد. در همین حال فرانسه نیز از بازداشت 6 تن در درگیری گروهی از افغانها خبر داده است. پلیس فرانسه گفته است که در این درگیری 7 تن زخمی و 6 تن از جمله 2 فرد مسلح در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. با این حال آگاهان مهاجرت و سیاست میگویند که اخراج همزمان سبب نگرانی پناهجویان افغان شده و این کار در مغایرت با قوانین بین المللی است و امارت اسلامی باید از راه دیپلماتیک به این مورد توجه نماید. اخراج همزمان بعضی از کشورها از جمله آلمان و اتریش مبنی بر اخراج مهاجران افغان از این کشورها یک سری نگرانی هایی را برای مهاجران افغان در این کشورها به وجود آورده است که این خودش مغایر است با قوانین بین‌المللی. در اینجا باید دولت افغانستان، امارات اسلامی، به این قضیه ورود پیدا بکند که بتواند زمینه ای را برای ایجاد اشتغال به هموطنان خود در داخل کشور فراهم کند. متاسفانه کشورهای همسایه ایران و پاکستان به طور بسیار خشن مفاد این کنوانسیون نقص میکنه و خلاف تمام معیارهای انسانی، اسلامی و همچنین تعهداتی که اینا در قبال جامعه بین‌المللی دارن، باعث شکنجه مهاجران افغان میشه. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با وجود پایان درگیری‌ها در افغانستان، هنوز همین کشور 3.2 میلیون آواره داخلی دارد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با وجود پایان جنگ در افغانستان، هنوز هم این کشور بیش از 3 میلیون آواره داخلی دارد. این نهاد با نشر گزارش این تعداد افراد را از جمله آسیب پذیرترین گروه ها پنداشته و گفته که در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون افغان دیگر در کشورهای منطقه و وضعیت پناهندگی بد قرار دارند. در همین حال برخی از آگاهان علت اصلی آواره شدن این افراد را وضعیت بد اقتصادی و وقوع حوادث طبیعی در کشور می‌پندارند. جزئیات بیشتر با مشعل ایوبی. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که با وجود پایان درگیری‌ها در افغانستان، هنوز هم این کشور 3.2 میلیون آواره داخلی دارد. این نهاد با نشر گزارش درباره وضعیت حفاظتی در افغانستان، علت اصلی آوارگی این افراد را درگیری‌ها در این کشور دانسته و گفته که در حال حاضر 5.82 میلیون افغان دیگر در کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان در وضعیت پناهندگی به سر می‌برند.
در همین حال برخی از آگاهان سیاسی و اقتصادی علت اصلی آوارگی این افراد را افزایش ناداری و وقایع رویدادهای طبیعی در کشور می‌دانند. آنان از جامعه جهانی خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و ربط ندادن آن با سیاست هستند. به صورت عموم بحث مهاجرت در سطح بین الملل یک موضوع عام هست. تمام کشورهای دنیا با او مواجه هستند. اما در بحث مهاجرت‌های داخل کشور موضوعات تغییرات اقلیمی مطرح بحث است، خاصتاً زمین لرزه و سیلاب ها که مردم ما را متاثر ساخته و از طرفی کمک رسانی های بشری که سیاسی شده او هم جهت تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی کشورها در حکومتداری در افغانستان. امیدوار هستم نهادهای بین المللی با موضوع مهاجرت در افغانستان سیاسی برخورد نکنند و کمک های بشردوستانه شان به صورت عموم بشردوستانه باشد نه سیاسی. دلیل حزبندی یونیسیار نړیوال کمکونه که چیرته په رښتیا سره د دغه مهاجرینو دپاره په افغانستان کې سهولتونه راشي، د کار زمینه برابره شي، همدغسې دوی بیرته افغانستان ته راشي او په هغه برخو کې چې دوی ته د اقتصادي مشکلات حل شي، دا به د افغانستان په اقتصاد کې او خصوصا په کاریابۍ په ټولو برخو کې یو مثبت تاثیر لري. این اداره ملل متحد پناهندگان و پناهجویان افغان را به دلیل دسترسی محدود به حقوق اساسیشان از جمله آسیب پذیرترین گروه ها دانسته است. این در حال است که در یک سال گذشته روند اخراج پناهندگان و مهاجران افغان از پاکستان و ایران افزایش یافته است. اسکات سمیت سرپرست معاونیت نمایندگی خاص دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با مولوی نور احمد اسلام جار والی هرات گفته است که برگزاری 30 نشست دوحه سبب تعامل کشورهای جهان با امارات اسلامی شده است. خبرگزاری باختر گفته است که در این دیدار درباره موضوع‌های گوناگون گفتگو شده است. آقای سمیت همچنان افزوده که کشورهای جهان آماده تعامل با افغانستانند. شرح بیشتر با زاهد ابراهیم خیل. اسکات سمیت سرپرست معاونیت نمایندگی خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان با مولوی نور احمد اسلام جار والی هرات دیدار کرده است. این دیپلمات سازمان ملل گفته که برگزاری 3 نشست دوحه سبب تعامل کشورهای جهان با امارت اسلامی شده است. این درست است که نشست 3 دوحه باعث گسترش روابط سیاسی امارت اسلامی افغانستان و حکومت سرپرست ویلی افغانستان با سایر جهان گردیده است، چرا که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد همین موضوع را تایید نموده. ولی تا زمانی که حکومت سرپرست ویلی افغانستان تغییرات جدید را مطابق به رویه توافقنامه دوحه با وجود نیاورده، در قسمت حکومتداری تامین حقوق بشر و تامین حقوق دختران و زنان افغانستان اقدامات جدی روی دست نگیره و در سیستم حکومتداری تغییر نیاورده و همچنان در قسمت تغییر سیاست در مقابل جامعه جاری تغییر وارد نکنند، هیچ گونه تعهدات مانند توافقنامه دوحه قابل تطبیق نبوده و جنبه عملی نخواهد داشت. آقای اسمیت نشست 3 دوحه را فرصت خوب برای آرایه دستاوردهای امارت اسلامی با کشورهای غربی دانسته و گفته که کشورهای جهان آماده تعامل و بازگشایی سفارتخانه ها در افغانستان هستند. طوری که از آجندای نشست 3 دوحه مشخص بود، نشست 3 دوحه در ارتباط به دو آجندای بسیار مهم ترتیب شده بود. یکی مسائل اقتصادی افغانستان و کمک های بشردوستانه و دوم تشویش کشورهای همسایه و جهان. در همین حال والی هرات بر تأمین امنیت تاکید کرده و گفته که مبارزه جدی با مواد مخدر جریان داشته و خواهان تعامل سازنده با کشورهای جهان و منطقه است. شماری از باشندگان شهر تیرینکوت که از اثر تطبیق پلان اصلاحی متضرر شده اند خواهان سرپناه هستند. آنان میگویند که در جریان عملی کردن پلان اصلاحی خانه هایشان تخریب شده و از امارت اسلامی میخواهند که برایشان سرپناه ساخته شود. در همین حال سخنگوی شهرداری تیرینکوت میگوید که برای آسیب دیدگان ناشی از تطبیق پلان اصلاحی همکاری خواهد شد. حاجی دین محمد باشنده قریه خیرکاریز است. او از ناحیه پا و زبان دارای معلولیت است و خانه اش در جریان تطبیق پلان اصلاحی کاملا تخریب شده است. یک از اعضای خانواده او میگوید که همکنون در فضای باز و بدون سقف زندگی میکنند. با گفته او اگر مشکلشان حل نشود تحمل این وضعیت برایشان دشوار است. پدنقشه که دست رای اولاری خودتشی بینی دست رای اگر اطلاع دیدی او جوانی وقت خیمال اینی نده ای دازمت خورا یالون نداری. اعضای خانواده دین محمد میگویند
که از مدت یک ماه به این سو از سوی شهرداری ترینکوت در قریه خیرکاریز کار تطبیق پلان اصلاحی جریان دارد. اما در این میان شمار دیگری از باشندگان قریه خیرکاریز می گویند که تطبیق این پلان سبب افزایش کمک ها و رونق گرفتن ساخت و ساز جاده ها و پروژه های جدید توسعه در مناطق آنها شده است. روزګان ولایت خیرو کاریز کې نقشې روانې دي او نقشې دې تدبیر کیږي موږ وینو په دې باندې موږ ډیر خوشاله یو الحمدلله دا چې موږ د شهر خپل ډیر کمزورې او په دې باندې به ان شاء الله موږ شهرم ډیر ښایسته شهر سي حتی چې کورو کې لا موږ نه پازاب د دادوړو سره چې موټر تیریږي مثلا په دغه کې دی یو څه غوړ وکي یا د موساتو د خو د لارې جوړ سي یا مثلا وادي د چری او یو لارې برابر سي. در همین حال مسئولان شهرداری ترینکوت میگویند که با تطبیق این پلان اصلاحی سهولت‌های فراوان برای مردم محل فراهم خواهد شد. نو ان شاء الله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي ځکه چې شهر ترینکوت شوالي ریاست مسؤلین هم عام خلکو ستونزې ته ګوري ځکه سبا ژمی را روان دی. گفتنی است که پروژه تطبیق پلان اصلاحی در نظام پیشین آغاز شده بود و در پی تحولات پسین این پروژه متوقف شده بود. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که به دلیل بارندگی های اخیر، بادهای شدید، ژاله و طوفان، باغ بزرگ خرما در این ولایت به شدت آسیب دیده و محصولات آن از بین رفته است. این مسئولان می افزایند که آفت طبیعی 97% میوه خرما را در این باغ از بین برده و نزدیک به 2 میلیون افغانی به شرکت کانال ننگرهار خساره وارد کرده است. سال گذشته این باغ خرما 18 تن محصول داشت. در سال جاری انتظار می رفت که محصول خرما به 22 تن برسد. محمد حسین کارگر این باغ می گوید که از مدت 10 سال به این سو در این باغ مشغول کار است. کار په دې باغ کې د 10 کالو نه کومه. پر روز کال شل تنه خرما دې باغ زمونږ حاصل کله وو. سا کال مونږ 30 تنه اعلانات ورکله وو. خو بعد مرغه د ګلۍ د وجه نه ټولم د سوله کا دغه شان او ټولم دغه شان ته د غلې د وجنه ډیر درفه درشه. شماری از باشندگان این منطقه میگویند که محصول امسال نسبت به سال گذشته آسیب بیشتر دیده و تمام محصولات از بین رفته است. دا باغ چې تاسو ګورئ در دې سیمه په کچه باندې لوی او مشهور باغ دی، بدبختانه متاسفانه دی ورسته او رختونو د کابل دا ډیر زیانمن شو. په نسبت د نوري کلونو دلته به ډیر مراجعین راتلل د سیال دپاره او د تفریح دپاره دا ډیر ښه ځای و، خو سږ کال یې د ورختونو د کبله ډیر زیان ولید. مهندس اطرافی مسئول این باغ بزرگ میگوید که سال گذشته 18 تن خرما به بازار عرضه کرده بود و امسال انتظار داشت که محصول به 22 تن برسد، ولی بارندگی های اخیر، وزشی بادهای شدید و ژاله نزدیک به 23 تن خرما را تخریب کرده است. دا چې تیر کال تاسو دغه باغ لیدلی و او ډېر زیات حاصلات یې ورکړي وو، تر 1.5 میلیون افغانیو پورې موږ یې عواید دولت ته تحویل کړي وو. خو متاسفانه چې سږ کال د موسمي بارانونو د وجې نه، د طوفانونو ګلیو د وجې نه، زموږ حاصلات د باغ 90% د منځه لاړل. باغ خرمای ننګرهار تنها باغ بزرگ در کشور و در سطح منطقه است که همه ساله چند تن میوه خرما از آن به دست می آید و برای فروش به بازار عرضه می شود. باشندگان ولایت‌های شمالی کشور می‌گویند که با بالا آمدن سطح آب دریای آمو خسارات هنگفت مالی را به آنان وارد کرده است. آنان می‌گویند که استحکامات اطراف این دریا آب آن را با خود برده و باشندگان آن و زمین‌هایشان با تهدید جدی مواجه هستند. بالا آمدن سطح آب دریای آمو باشندگان شمال کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. آنان میگویند که آب در این ولایت ها دیوارهای استنادی را با خود برده است و خانه ها و زمین های زراعتی که در کناره های این دریا قرار دارد را با خطر و نابودی مواجه کرده است. وزارت انرژی و آب با تایید این خبر میگوید که آبخیزی دریای آمو علایم مرزی میان کشورهای همسایه را از بین برده است. در چه دی تاریخ پوگدو که دی آمو سیند اوبو دی افغانستان پزرگون و جیری بزمکه لزان سر ورده، نو په همدې اساس باندې د اوبو انرژي وزارت د آمو سیند تحکیماتو ته اولویت ورکړی دی او تر دې مهاله پورې په لنډمهاله پروژو کې د 400 میلیون افغانیو په شاوخوا کې شل پروژې پلي کړي دي
این در حال است که سازمان هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته است که تغییرات اقلیمی در افغانستان 83 هزار نفر را متاثر کرده است. وال هم چند خبری از جهان. اکسوس با نقل از منابع از تماس جک سالوان مشاور امنیت ملی امریکا با خانواده گروگان های امریکایی در غزه گزارش داده است. و ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرده است که علت سقوط چرخبال حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران شرایط جوی نامناسب بوده است. آکسیوس به نقل از منابعی از تماس جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا با خانواده گروگانهای امریکایی در غزه گزارش داد. او با آنان گفته است که بایدن در حال بررسی ارائه پیشنهاد نهایی به اسرائیل و حماس برای آزادی گروگانها و آتش‌بس در غزه در اواخری این هفته است. سالیوان و مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن در خاورمیانه در یک تماس یک ساعته با اعضای خانواده هفت گروگان امریکایی که هنوز توسط حماس در غزه نگهداری می‌شوند صحبت کردند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرده است که بر اساس گزارش نهایی هیئت تحقیق علت سقوط چرخبال حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری پیشین ایران شرایط جوی نامساعد، غبار غلیظ و برخورد با کوه بوده است. مقام های روسیه اعلام کردند که تمام 22 سرنشین چرخبال MI-8T که روز شنبه در شرق دور این کشور ناپدید شده بود جان خود را از دست دادند. لاشه این چرخبال روز یک شنبه توسط نیروهای امدادی پیدا شد. از توجه و همراهیتان سپاس. در ادامه با برنامه های بعدی یک باشید. خدا نگهدار.